سوگواری در فرهنگ‌های مختلف چه کارکردی دارد؟ در غم از دست دادن نزدیکان چه مراحل روحی طی می‌کنیم و عزاداری برای آنان تا چه حد از سختی این مراحل می‌کاهد؟ سلام، ما نه واقعی مرگ خود بلکه مرگ دیگران را شاهدیم. در سوگواری برای نزدیکان است که با اون پهنه اسرارآمیز و بیپایان آشنا می شویم. اهمیت سوگواری در این است. بی دلیل نیست که مناسک عزاداری در تمدن‌های بشری از جمله مفصل‌ترین مناسک بوده است. در این مراسم است که هر گروه انسانی ظاهری متناسب با روحیات خود برای مرگ می آراید. اما کارکرد عملی عزاداری و مراسم متفاوت آن چیست؟ ما چگونه سوگواری میکنیم و نوع سوگواری من تا چه حد کمک میکند با مرگ کنار بیاییم؟ روندهای مدرن امروزی چه تأثیری بر سوگواری گذاشته؟ آیا باعث شده با فقدان عزیزان راحت تر کنار بیاییم؟ آیا این روندها سوگواری را ساده کرده یا باعث شده مناسک سوگواری بر سوگ ناشی از فقدان نزدیکان سایه بیندازد؟ ولی آیا هر نوع سوگواری به این دلیل رواج نمییابد که نیازهای اون گروه اجتماعی درگیر در واقعه مرگ را به خوبی بازتاب میدهد؟ این موضوع را با مهمانهای این هفته در میان میگذاریم. مهدی نسرین، رواندرمانگر در کانادا، و حسن مکارمی، روانکاو در پاریس. خیلی خوش آمدید. آقای نسرین، ابتدا شما به ما بگید که فکر میکنید کارکرد عزاداری، سوگواری در مرگ نزدیکان چیه؟ چی کار میکنه با بازماندگان این در واقع حادثه مرگ و فقدان شخصی که برای اطرافیانش عزیزه؟ من برای اینکه به سوال شما پاسخ بدم با یه تعریف کلی از سوگواری شروع میکنم و بعد نشون میدم که مناسک و مراسم چه نقشی اونجا دارن. تعریف خیلی کلی که بخوایم بدیم از فرایند سوگواری اینه که مجموعه احساسات و عواطف، افکار و اندیشه‌ها و مناسک و رفتارهایی که به دنبال از دست دادن کسی یا چیزی که برای فرد خیلی مهمه اتفاق میفته. ما امروز بیشتر در مورد از دست دادن عزیزان صحبت میکنیم، ولی من همینجا یه اشاره کوچیکی میکنم که از دست دادن چیزهایی هم که برای فرد مهمه، مثل سلامتیش یا آزادیش یا خانه و کاشانش، هم میتونه اونو وارد فرایند سوگواری کنه. به دنبال این اتفاق معمولاً طیف بسیار وسیعی از احساسات رو شخص تجربه می‌کنه. غم و اندوه و دلتنگی رایجه، ولی به تبعش ممکنه خشم باشه. بعضی وقت کسی رو که فرد از دست میده به دنبال بیماری طولانی از دست میده، یه احساس گشایش و رهایی حتی ممکنه بکنه. بعد احساس گناه داشته باشه بابت این احساس گشایش و رهایی، روی این احساس گناه احساس شرم داشته باشه. در نهایت سردرگمی، تعلیق، انزوا، اتفاقات خیلی رایجی هم که به دنبال مرگ رخ میده، مرگ عزیزان. مناسک در ساعتها، روزها و هفته های اول کارکردهای خیلی مهمی رو ایجاد میکنن. هرچند ما باید به یاد داشته باشیم که سوگواری تقلیل داده نمیشه به مناسک، یک بخشیش مناسک. سوگواری فرایند طولانیه، شاید حتی مادام العمر باشه وقتی که یک عزیزی از دنیا میره. کارکردها رو میتونیم اینطوری ازشون یاد کنیم: پذیرفتن این واقعی از دست دادن یکی از مهمترین کارکردهای مناسک سوگواری. اینطور نیستش که ما یه دوگانه انکار و پذیرش داشته باشیم. یه طیفی هست که ما رو نزدیکتر میکنه به پذیرش و با شرکت در مناسک سوگواری نزدیکتر میشیم به این پذیرش کامل. دیدن پیکر، مراسم بعدی که انجام میدیم به دنبال واقعی مرگ، اونطور که برای شما گفتم، احساس تعلیق و انزوا و پیشبینی ناپذیری، کنترل ناپذیری تمام بقای دنیا برای شخص حادث میشه. این مناسک این فرصت رو ایجاد میکنه که سوگواران دوباره تصمیم گیری کنن در مورد اینکه چه فعالیت هایی رو انجام بدن. با برگشتن تصمیم گیری به زندگی، پیشبینی پذیری هم به زندگی برمیگرده، در حالی که و
در ابتدا به دنبال این واقعه از دست رفته بود. نقش مهم دیگه‌ای که این مراسم داره اینه که حمایت اجتماعی برای شخص سوگوار فراهم میشه. کسان دیگه میان و در این فرایند با او همراهی میکنن و اون گسست اجتماعی که اتفاق افتاده در باز روزها و ساعتهای اول ترمیمش شروع میشه. فرایند طولانیه ولی همونجوری که گفتم مناسک نقش مهمی داره. مناسک فرصتی رو فراهم میکنه که راجع به خاطرات و ارزش‌های زندگی شخصی که در گذشته صحبت بشه. این هم معمولاً در فرایند ترمیم این ضربه نقش مهمی داره و نهایتاً مراسم به شکل محدود و در یک دامنه مشخصی به سوگواران اجازه میده که ابراز احساسات شدید بکنن. همونجوری که گفتیم برخی از این احساسات ممکنه که خیلی سخت و خیلی عمیق باشه. در مقاطع این مناسک این فرصت رو ایجاد میکنه که این ابراز احساسات شدید یک مفره. بله. اما اشاره کردید به بیاد آوردن خاطرات از شخصی که از دست رفته. واقعا در مناسک سوگواری در عزاداری ها چنین مجالی فراهم میاد که یادها از نو مرور بشه، خاطرات به اشتراک گذاشته بشه؟ چنین چی اتفاقی میفته؟ یه بخشی از مناسک این کارکرد رو باید داشته باشه. نگاه میکنیم به مناسک اقوام ایرانی میبینیم که بله، در شکل‌هایی که به شکل در مناطقی که به شکل هنوز خیلی سنتی مراسم سوگواری رو انجام میدن، مثلا در بین ایل بختیاری، هنگامی که این مراسم داره انجام میشه یک سوگ آوازها و سوگ سروده هایی بیان میشه در لهجه بختیاری، اگر اشتباه نکنم بهش میگن گاگیریف. اینها خیلی اتفاقا سروده های شخصی و منحصر به فردن، خیلی کلی نیستن. یعنی مثلا گفته میشه، یعنی برای اون شخصی که از دست رفته سروده میشن. مثلا گفته میشه این شخصی که از دنیا رفته چقدر آدم دست و دلبازی بود، وقتی که مهمون می آمد خونش قلیون چاق می کرد، تنباکوی اعلی استفاده می کرد. تا این حد شخصی و منحصر به فرد. یه بخشی از کارکرد مراسم سوگواری این باید باشه، چون که فرایند ترمیم این ضربه، این از دست دادن، معمولا به اشکال مختلفی انجام میشه. یادآوری خاطرات و ارزش های شخصی که از دنیا رفته مطمئنا کمک میکنه. بله آقای مکارمی، بعد از دست دادن نزدیکان، به خصوص اونهایی که خیلی مهم بودن برای بازمانده، یعنی یک فضای مهمی رو اشغال کردن در زندگی کسی که الان داغ داره، چه مراحلی طی میشه که این عزاداری ها میتونه شخص رو از این مراحل سریعتر بگذرونه، اونجوری که آقای نسرین گفت؟ بله، ببینید، دید روانکاوی خیلی به دید انسان شناسی نزدیکه. سوگواری تقریبا یکی از نهادهایی است که انسان رو از حیوان جدا میکنه، حیوان سوگواری نمیکنه. پس خیلی قدیم هست این مسئله و با قدمتش میتونیم بگیم که ما یک نوع شناخت کلی روی انسان داریم. یعنی فقط وارد هر فرهنگ و هر جامعه و هر قوم نمیشه این مسئله. و همین دلیل برای اولین بار فروید بود که در 1917 در یه مقاله به نام روانکاوی و ملانکولی به کار سوگواری اشاره کرد. یه کار، این مسئله خیلی از اینجا شروع کنیم، این چه کاری هست که سوگواری انجام میده برای فردی که یکی از عزیزانش از دست داده. عملا سوگواری واقعی برای کسانی است که در زنجیره داده های انسان خیلی مؤثرند. ما به هر حال آنچه که زندگی میکنیم داده ها رو در یه زنجیره های قرار میدیم، یعنی اونهایی که یک فضای مهمی در زندگی شخص اشغال کرده بودن. بله، این همراه مادر، از همون بچگی زبان مادری، زبان رو مادر به ما آموخته، تمام یا همسر یا پدر، یا همسر پدر فرزند، اینهایی که نه خواهر برادر، اینهایی که نزدیک. فروید وقتی اینجا از کار عزاداری یا سوگواری میگه، در واقع منظور همین کار کرده دیگه. نه، کار یعنی اون عملی که در روان انسان صورت میگیره. به این عملی که در روان انسان صورت میگیره میگه کار روانکاوی. و این رو تقریبا بقیه هم همینطورن، بقیه روانشناسان هم که راجع به سوگواری صحبت میکنن برای این عزیزان که بعد تعمیم پیدا میکنه، همونجوری که گفتن به کار، از دست دادن کار و خانه و آشیانه، و بعد هم تعمیم پیدا میکنه در بعضی از مواقع شیعیان به عزاداری
سوگواری تبدیل میشه یکی از رسوم مذهبی، ولی اصل اینجاست، یعنی کار روانکاوی در این مرحله مشخص است. به طور کلی سه دسته اتفاق میفته. در دسته اول میشه گفت دسته سریع، یعنی یک زخم تولید میشه، زخم روانی تولید میشه، دفعه دوم اینو دریافت میکنه فرد با عصبانیت، اسمش از عصبانیت، و سوم انکار میکنه، شروع میکنه به انکار کردن، یعنی باهش مبادله میکنه با این مسئله. این که به سمت اتمام میره، در واقع اون کار نمادین اینجا شروع میشه. یعنی این سلسله زنجیرهای ارتباطی که با فرد متوفا ساخته شخص سوگوار، اینها به ترتیب باید باز بشن، گسسته بشن. و اینجاست که کار اصلی که فروید اشاره میکنه، اینجاست کار روانی. چرا؟ که انسان رابطش با محیط خودش و حتی با بدن خودش از راه نماده. این رابطه نمادین خیلی محکمی که ایجاد شده در طول سالها و دهه ها باید یکی یکی باز بشه. اینجاست که افسردگی و افسردگی طولانی ایجاد میشه عملا، و تمام علائم افسردگی اینجا میاد بیرون. یعنی اینکه ما کار دیگری میل نداریم، دل مرده میشیم، مرده دل، یا دل مرده واژه خیلی میشه. عزاداری چی کار میکنه که این افسردگی رو حالا عرض میکنم؟ این مسئله دوم. مسئله سوم پذیرشه، یعنی در واقع دوباره وقتی که این گسسته شد روابط اونجوری که ممکنه، اونجوری که باید، بعد باید جایگزین بشه دیگه، آرام بر میگردیم به تدریج در زندگی معمولی و میتونیم این کاریه که سوگواری انجام میده. بله بله بله. فروید که بهش اشاره کردید، یه مقاله خیلی مهم داره، کلاسیک در واقع در روانشناسی، تحت عنوان ملانکولیا ان مورنینگ. عرض کردم تقابل این دوتا رو چجوری انجام میده، برای اینکه اگر مالیخولیا و مورنینگ که میشه سوگواری دیگه یا عزاداری رو در تقابل با هم دیگه قرار بدیم، آیا معنیش اینه که اگر سوگواری نکنید دچار مالی خولیا میشید، یعنی در اون افسردگی دیگه میمانید و متوقف میشید؟ بله، اگر سوگواری نکنیم که میکنیم، یعنی این مسئله که اتفاق میفته ممکنه طولانی‌تر بشه، ممکنه حتی تا آخر عمر هم طول بکشه، ولی این مراسم سوگواری مجبوریم اون نظام داده پردازی در این دوباره نگاری کنیم، نمیشه کار دیگه‌ای کرد. یعنی چون مثال خیلی مشخصش در مورد فرض کنیم پدر، ببینید پدر چون هست، من رابطه خواهر و برادرانم با توجه به پدر میسازم، اون رابطه اولیه، قبل از اینکه بخوام حتی مدلول داشته باشم، یعنی بفهمم مفهوم خواهر برادری چیست، این رابطه رو ایجاد میکنم. حالا فرض کنید این پدر رفته و نیست، همینجاست که من جای خالی پدر، به روح پدرم سوگند، جای خالی پدر رو با یک پدیده‌ای به نام روح از همون اول یه جا خالی میذارم، میگم جای خالی اون کسی که رفته رو حالا من باید پر کنم، یا حداقل یه جای خالی بذارم روح پدر بیاد جای پدر رو بگیره که این نظام دوباره ساخته بشه. بله، این بازسازی این نظام در واقع لب کلام شما این است که سوگواری کمک میکنه که این نظام از نو ساخته بشه. بله. چه نوع سوگواری هایی بهتر کمک میکنه که این نظام زودتر بازسازی شه؟ برای اینکه آدم ها متفاوتن دیگه، بخصوص در جوامعی مثل ایران که فرهنگ های متفاوت هست، نه فقط از نظر قومی، از جهات دیگه، یعنی ما مثلا ترکیب های مختلف در میان گروه های اجتماعی از سنت و مدرنیته داریم. بعضی دوست دارن در سوگواری ها هم مدرن باشن و مدرن بودن براشون میتونه این باشه که کوچیک‌تر باشه سوگواری، ساده تر باشه. بعضیا از مدرن بودن اینو میفهمن که مثلا تصاویر ویدیویی درست بشه و بعد اینا نشون داده بشه مرتب به کسانی که اومدن تو این مراسم یا به بازماندگان. هر کسی یه جور مدرن بودن رو میفهمه، ولی آیا میشه گفت انواع خاصی از سوگواری هستن که بهتر کمک میکنن این مراحل طی بشه؟ بله، اولی مسئله اینه که ما بتونیم اون سه تا قسمت اول رو، یعنی این که شوک اولیه به علاوه قسمت عصبانی شدن و گذشت از انکار رو طی بکنیم، در این مرحله حضور دیگران و یادآوری مطالب در مورد فرد متوفا، صحبت کردن راجع بهش، دیدن قبر، دیدن خاک، این در حال خاک، دیدن جسد که دیگه رفته واقعا، اینها خیلی کمک میکنه. برای همین هم هست که کسانی که عزیزانی رو از دست میدن و نمیتونن بدونن قبر این عزیز در کجا، چگونه در شده، یا جسدش کجاست، بله
این فوق العاده سخته. حرف شما من رو به یاد داستان نویسنده آمریکایی لاتین آریل دورفمن میندازه، داستانی تحت عنوان بیوه ها که ترجمه شده به فارسی و این بیوه ها نمیدونن این شوهرانشون، این عزیزانشون کجاست و در واقع اعتراضشون به این دلیل سیاسی میشه نسبت به حکومت و دستگاه امنیتی که میگن ما فقط جسد رو میخوایم، جسد رو ما بدید. و به نظر میاد اگر اینجوری که شما میگید به این دلیل اعتراضن که اگر جسد رو نبینن نمیتونن عزاداری کنن. بله بقیهش مشکله، برای اینکه اول باید جسمی این مسئله جدا بشه که بعد من وارد نمادین بشم. قسمت جسم حل شد نیست دیگر و من از این به بعد در قسمت اول این اضطراب خود انسانم از مرگ آشنا میشیم با مرگ. بله، یک مورد کاملا مشابه با این نکته‌ای که در رمان بیوه های آریل دورفمن هست در ایران هم باش مواجه هستیم، مادران خاوران. اهمیت این در همینه یا فراتر از اینه؟ سیاسیه، یعنی منظورم این است که چرا واقعا باید یک نشان مادی از کسی که از دست رفته داشت برای اینکه به گفته آقای مکارمی سوگواری به یک نقطه ختم برسه؟ البته نمیدونم واقعا سوگواری به گفت نقطه ختم میرسه، برای اینکه خود شما و ایشون گفتید که بعضی وقتا سوگواری یک عمر ادامه پیدا میکنه. ببینید، همونجوری که تو اول صحبت گفتن و آقای مکارمی هم گفتن، انکار یکی از مراحلیه که به دنبال این واقع اتفاق میفته و بعد چانه زنی، یعنی اینکه آیا اگر من یه کارهایی رو بکنم ممکنه که این حیات برگرده یا بر نگرده. در نهایت این حرکت میکنه به سمت پذیرش کامل. اگر بپذیریم که یک طیف از انکار محض تا پذیرش کامل، عناصر بسیار متعددی نقش ایفا میکنن برای اینکه شخص برسه به پذیرش و سوگواری شخصی رو شروع کنه اتفاقا، یعنی مناسک اولیه که عمومیه رو به پایان ببره و بعد سوگواری شخصی رو شروع کنه. دیدن پیکر، داشتن نشانه هایی از واقعیت مرگ خیلی مهمه، کمک میکنه. در مورد مادران خاوران شما اشاره کردید، عناصر دیگه‌ای هم هستش که این سوگواری شخصی رو ممکنه که مختل کرده باشه. نداشتن سنگ قبر. ببینید، سنگ قبر یک اتفاق مهمیه در این فرایند سوگواری. شما همونجوری که گفتم باید حالت یه تصمیم گیری هایی رو انجام بدید، شعر انتخاب بکنید، متن بنویسید، حتی اشاره کنید به ارزش های زندگی اون فرد. معمولا اینها توی اون فضای کوتاهی که دارید داره اشاره میشه. یعنی سنگ قبر اتفاقا یکی از گذاشتن سنگ قبر یکی از بخش‌های خیلی مهم این مناسک سوگواریه. از این هم محروم هستند اون کسانی که این تجربه خیلی دردناک رو دارن و احتمالاً از انجام دادن بقیه مناسک مرسوم سوگواری. به این معنی بخش بزرگی از این اتفاقات که داره در مراسم سوگواری کمک می‌کنه پذیرش کامل اتفاق بیفته برای اونها رخ نداده. که همونجوری که گفتم، من فکر می‌کنم واقعا یه نمونه خیلی خوب مقایسه کسانیه که عزیزی رو در مثلا ایران از دست میدن و نمیتونن برن بهش سر بزنن در خاک سپاری شرکت کنن، در مراسم شرکت کنن. می‌بینیم که معمولا برای سوگواری معمولا برای اونها طولانی‌تر اتفاق میفته تا کسانی که در ایران هستن. برگردیم به جانب عام‌تر بحث سوگواری. آقای مکارمی، من در جای خوندم که دو نوع تنهایی داریم، یکی تنهایی عاطفی، یکی تنهایی اجتماعی، و کاری که سوگواری میکنه اینه که تنهایی اجتماعی رو سعی میکنه جبران کنه، یعنی افراد میان دور و بر شخص رو میگیرن و سعی میکنن دور و برش خالی نباشه، در صورتی که این شخص ممکنه به شدت تنهایی عاطفی احساس کنه، به خصوص اگر شخص از دست رفته خیلی نزدیک بوده باشه. این معنی آیا میشه گفت واقعا مناسک اون کاری رو که باید انجام میده و اینکه ممکنه احتیاج شخص جبران تنهایی عاطفی باشه ولی معنی دور برش رو پر میکنن که تنهایی اجتماعیش رو جبران کنن؟ بله، همونطور که گفتید دو مرحله ما داریم. این دو مرحله نیازهاش هم فرق میکنه. اون مرحله اول، اون سه تا اتفاقی که میفته و نهایتا ختم میشه به اینی که من یک شکلی از حالت میپذیرم،
میپذیرم که فرد عزیزی رفته است و دیگر بر نمیگردد. این رو میپذیرم عمیقا. در این مدت طبیعتا تمام مراسم میشه گفت از اول تا آخرش، حتی اون تعداد روزهایی رو که آوردن در همه جا تقریبا یکیست، 3-7-40 ماه سال همه جا یکیست. یعنی که این پذیرفتنش رو کمک میکنه جسمی، ولی از اینجا به بعد مسئله نمادین میشه و اون داخل اون فرد صورت میگیره. اگر کسانی در دور باشن کمک هستند، اگر گوش بدن بهش، اینجا خیلی تاکید میشه من. یعنی به گوش نیازمند هست در اون مدت، نه به حرف شنیدن. فرد باید حرف بزنه، چون در این حرف زدن هست که در واقع اون اتفاق خیلی بهتر میفته در سکوت. باید حرفش رو گوش بدن. به همین دلیل مثلا در تعبیر خواب بس این است که خب یه خوابی دیده شده، باید این خواب بیان بشه. بیان بشه، موقع بیان مطرح بشه. منظور شما این است که ما عزاداری شخصی نداریم؟ یعنی حتما باید در یک رابطه متقابل با دیگران عزاداری انجام بشه؟ به نظر میاد که جواب نمیده این سوگواری شخصی. اگر یه فرد خودش از بقیه جدا کنه، بره در یه خانه در بالای کوه و این سلسله زنجیرها به اون شکل باز نمیشه، برای که دیگران هم هستن در این سلسله زنجیر. شما موافق هستید؟ من اختلاف دارم در این مورد با آقای مکارمی. به نظرم اگر بپذیریم که سوگواری یک فرایند روانی بسیار طولانی، بعضن مادام العمر، بخشیش به صورت شخصی داره انجام میشه، حتما بخشیش در قالب مناسک انجام میشه، بخشیش در گفتگوهای دو نفره چند نفره، بخشیش در هنگامی گرفتن کمک حرفه‌ای از روانکاو و رواندرمانگر و روانشناس، بخشیش هم فردی داره انجام میشه. این پردازش این مجموعه بسیار متنوع احساسات و افکار، بخشیش به شکل فردی انجام میشه. در مورد اون نقطه ای هم که گفتن که این مراحل معمولا به این ترتیبه که حالا مدل های مختلفی هست، یکی از معروف ترین مدل ها مدل خانم کوبلر راس در 1969 داده که انکار خشم، چانه زنی، افسردگی و پذیرشه. امروز انتقاداتی که به این مدل ها میشه اینه که اولا لزوما خطی حرکت نمی کنه، یعنی حرکت بین این مراحل لزوما برای همه به این شکل اتفاق نمیفته. بعضی اوقات هست که خشم حتی بعد از پذیرش اتفاق میفته، یعنی شما پذیرش رو دارید و بعد دوباره خشم دارید، بعد دوباره برمیگردید به افسردگی، دوباره حرکت میکنید. اینم میتونه با سوگهای دیگه تغییر پیدا کنه. شما یه نفر رو از دست دادید، تو فرایند سوگواری او هستید، چیز یا کس دیگه ای رو از دست میدید، مسیر این سوگواری تغییر پیدا میکنه. اگه اینو در نظر بگیریم که واقعا سوگواری میتونه بسیار شخصی و متفاوت از آدمی به آدم دیگه باشه، اون سوالی هم که کمی جلوتر پرسیدین، بهترین شیوه سوگواری چیه، رو به نظر من اینطوری باید جواب داد که بهترین شیوهی که فرد فکر میکنه براش خوبه. بنابراین فرد متفاوته با فرد دیگه. سوال من از آقای مکارمی این بود و از شما که ما افرادی داریم که درونگرا هستن و بیشتر میخوان با خودشون تنها باشن یا با نزدیکترین کسانشون، در صورتی که مناسک اصلا اسمش با خودشه دیگه، آیینه. آیین یک چیز جمعیه و گاه بخصوص نسل‌های جوان در جامعه مثل ایران حس می‌کنن این آیین میاد و با تمامی اصلاح طول و تفصیلش میفته روی اینها. به اینها چه باید گفت؟ آیا به اینها باید گفت که مناسک کمک میکنه؟ نه، شما باید در این مناسک بمانید. به اینها باید گفت که به شیوه خودتون عزاداری کنید؟ و جواب چه هست؟ دو تا نکته رو من میتونم بگم در جواب سوال. اولا به نظر من برونگراترین افراد هم در اون روزهای اولیه و ساعتهای اولیه این احساس انزوا و کلافگی و سردرگمی و پریشان احوالی و تشویشی که ممکنه از حضور دیگران تجربه بکنن رو دارن. نکته ای که باید توجه بکنیم، اگر ببینیم که فرایند سوگواری فرایند بسیار طولانیه، این قسمت مناسک اتفاقا بخش کوچکی از این فرایند طولانی رو تشکیل میده. به اون افراد باید این رو گفت که شما فرصت خیلی طولانی دارید برای اینکه شیوه سوگواری خودتون رو پیش ببرید. این چند روز اول، این چند ساعت اول و این مناسک کارکردهایی داره که اون کارکردها احتمالا کمک خواهد کرد که شما بعد شیوه سوگواری شخصی منحصر به فرد خودتون رو ادامه بدید. چنین آقای مکارمی؟ بله، من به نظرم میاد که فرد خودش، یعنی اون باید گذاشت
فرد رو باید آزاد گذاشت در هر حال، اون هست که انتخاب میکنه. ولی ما عمدتاً راجع به کارکرد داریم صحبت میکنیم، کارکرد درونی که هیچ امکانی نداره که داخل فرد بشیم ببینیم چه میگذره. این که در ابتدا گفتید که باید به فرد واگذاشت نوع سواری، تا چقدر عملیه در شرایطی که مناسک با اینها جمعی هن دیگه؟ فرد امکان مانور زیادی توش نداره دیگه. بذارید مثال براتون بزنم. من دوستی دارم که میگفت من زله شدم از این که خونوادم تمام تلاشش این بود که این عزاداری آبرومندانه باشه. برای این شخص مهم نبود آبرومندانه بودنش، در صورتی که برای خانواده گسترده آبرومندانه بودن این مهم بود، از جمله اینکه در یک مسجد معروف و بزرگ باشه، از جمله اینکه چنین خرجی برای تدفین و برای قبر بشه. بله، ببینید من فکر کنم اینجا یه اختلاف کوچکی داریم در تعریف سوگواری. تعریف سوگواری سنتی در سنتی ترینش مگه چند روزه؟ ولی یک سوگواری حداقلش، سوگواری حداقلش یک ساله. این در این یک سال مگه چند روز چند ساعت ما سوگواری مناسکی میکنیم؟ مناسکی میکنیم، یعنی به این دوست من شما خواهید گفت که این مناسک رو بپذیر، یک هفته است حد اکثر، سومه و هفتمه و بعد از اون فرصت خواهی داشت. فرصت اصلی اونجاست، فرصت اصلی اون شبهای بیداری و بیخوابی، صحبت اصلی اون راه رفتن هاست، صحبت اصلی اون کار اصلی اون موسیقی گوش دادن هاست که فرد اینجا به خود فرد بسپاریم. فرد اگه بخواد صحبت کنه میگه بیا بشینیم با هم صحبت بکنم، من کارت دارم، میخوام با حرف بزنم. و عمده ترین حرف ها هم همیشه به دور خاطراتی از فرد از دست رفته میگذره، برای اینکه خاطرات باز میشن، مثل یه هستن باز میشن که دوباره جود دیگری بسته بشن. به همین دلیل مثلا در ژاپن میبینید که اینها میشینن به الکل مصرف کردن و با خنده خاطراتی که از اون فرد داشتن رو میگن و بازگو میکنن، انقدر میخندند و اینها، که این خنده این شادی جای اون در واقع بشه پرد کنه رو، بله، اون فقدان رو در اول در سه تا مرحله. بله آقای نسرین، این که خیلی از این مناسک کلیشه‌ای میشن و مثلا موقع سرسلامتی دادن همه یک چیزو مدام تکرار میکنن پشت سر هم دیگه، این ممکنه برای خیلی ها عجیب باشه و حتی آزاردهنده باشه، ولی آیا این هم کارکردی داره؟ یعنی میشه گفت که اصلا این مناسک باید هم کلیشه‌ای باشن و نمیشه فارغ از این کار دیگه ای کرد؟ ببینید، الگو داشتن، یک الگوی تکرار شونده کمک میکنه در اون شرایطی که شخص احتمالاً تصمیم‌های خیلی جدی نمیتونه بگیره، به شدت قوای شناختیش معطوف به کارهای دیگه یه، بتونه این حرکت رو انجام بده. این در مورد شخص سوگوار. ولی در مورد کسانی که تسلیت میگن، همدردی میکنن، سرسلامتی میدن، اونها هم معمولاً یک کلیشه هایی رو دنبال میکنن. بله. جملات تسلیت رو شما نگاه میکنین، جملات کلیشه‌ای هستن. بعضی وقت هم صحبت میشه راجع به اینکه اینا معنای تحت و لفظیشون ممکنه که چندان آرام بخش و تسلی دهنده نباشه، مثل اینکه غم آخرتون باشه. در واقع از حرف شما چه این برمیاد که مناسک عزاداری محتواشون مهم نیست، قالب و شکلشونه که مهمه، همجوری که محتوای صحبتهایی که رد و بدل میشه موقع سرسلامتی اهمیت نداره، همین خود این فرم. البته باز در ساعات اولیه و روزهای اولیه، جلوتر که حرکت میکنیم محتوا اهمیت پیدا میکنه. یعنی میشنویم از آدمایی که تجربه عزاداری دارن که بعدها یک تسلیت یا یک جمله آرام بخشی خیلی برشون تأثیر گذاشته. بعدها که فرصت میکنن که پردازش کنن این جملاتی که دارن میشنون رو، برخی جملات تسلیت بیشتر به دلشون میشینه تا برخی. آقای مکارمی، من در مقدمه اشاره کردم به عزاداری در فرهنگ‌های مختلف. آیا میشه گفت که یه سری فرهنگ‌ها جوری عزاداری میکنن که تأثیرات جدی بر روح و روانشون میگذاره در قیاس با فرهنگ‌های دیگه؟ مثلا میشه گفت که سوگواری برای امام حسین، امام شیعیان در جامعه شیعی، به طور خاص در ایران که باش خوب آشنا هستیم، تأثیرات جدی میگذاره روی سوگواری در مرگ عزیزان؟ به گمان من، این که کار کردم روی این مسئله، به گمان من تأثیرات خیلی اساسی داره. به این دلیل که وقتی شما سوگواری میکنی در این پریود، کسی است که همجوری عرض کردم خیلی به شما نزدیکه، در نظام داده پردازی شما بوده، شما افسردگیشو کشیدید برای اینکه حالا در اون چه نام سوگواری در مراسم
شیعیان انجام میگیره، این سوگواری برای فرد یا افرادی است که سالهای پیش رفتن و ما هیچ گونه رابطه نزدیک فردی نداریم. من وقتی نگاه میکنم میبینم که حدوداً ما در سوگواری معمولی در ایران عزیز ما یک سری علائم داره، نماد بیرونی داره، رنگ سیاه، یک نوع آوازخوانی یا شعرخوانی به همین شکل، مثلا به بدن خود لطمه زدن که کمتر و کمتر میشه، ولی این هم تمام در مناطق اشعری گل مالیدن و مسئله خاک رو مطرح، اصلا خاک مطرح میشه به صورت یا خاک اون فرد چون داره خاک میشه اون میاد. این نمادها رو من در 12 تا کشیدم که در واقع میبینیم دوباره تکرار میشه در عزاداری شیعه. یعنی ما دقیقاً این دوتا عزاداری رو، دوتا سوگواری رو پا به پای هم میاریم جلو. عزاداری برای کسی که شخصی از دست داده، عزاداری عمومی برای امام شیعیان، امام شیعیان، و بعد میره تا 14 معصوم حتی. خب این شباهت در واقع خود مراسمه، از نظر در واقع فرهنگی چه تأثیری داره؟ عرض میکنم فرقش این هست که به تدریج، البته در این 400-500 سال مؤممین شیعه توانستند که بزرگداشت فرد رو جاشو عوض کنن با سوگواری، و این به شکلی میشه که ما هممون هم با هم میگیم که ما ایرانیان مرده پرست هستیم، یعنی پس از مرد یه کسی است که میایم بزرگداشتش انجام میدیم. این تبدیل بزرگداشت به عزاداری و سوگواری در واقع کاری نیست جز اهمیت دادن به مرد. وقتی ما به مرگ اهمیت میدیم در زندگی، زندگی برای زندگی کردنه، وقتی این مرگ رو میاریم اساسی میکنیم، پشت مرگ مطرح میشه، یعنی معاد. وقتی معاد اساسی شد در زندگی ما، یعنی رابطه بین آنچه ها بهش میگیم ایمان و اعتقاد و روابط روزمره، زندگی روزمره ما، این رابطه محکم میشه، محکمتر میشه. و آخر میخوام از این نتیجه بگیرم که به حدی میرسه که وقتی هم ما میخوایم یک واعظ میاد یا یک فردی میاد راجع به از دست رفته صحبت میکنه، آخرش میگن زد به صحرای کربلا. یعنی این دو طرفه مخلوط شده در ایران، نه تنها ما عزاداری میکنیم، بلکه از اون طرف برای عزاداری عزیزانمون هم کسی که صحبت میکنه بالاخره ختم میکنه به معصومین. این چیزی که میگید نتیجه گیری های خطیری در بر داره، از جمله میتونه معنیش این باشه که به گفته یا به نظر شما اگر فرهنگ شیعی نبود، ما در سوگواری هامون بیشتر بزرگداشت میداشتیم تا مصیبت نامه بود، تا چنینه واقعا، یعنی چنین نتیجه گیری؟ بله کاملا. و خود عرض کنم کسانی که در مسئله سوگواری، آیا در ایران قبل از اسلام چنین بوده، یعنی بزرگداشت بوده؟ اشاره بکنم به اونجاهایی که دور ماندند از در واقع مؤممین شیعه، مثل عشایر، مثل کردستان، مثل بلوچستان، اینها رو نگاه بکنیم ببینیم که اینها اونها بیشتر بزرگداشت داشته. اونها گفتن، آقای نسرین گفتن، یعنی راجع به خوبی فرد صحبت میکنن، نه راجع به از دست رفتن و مرگش و چه میگذره. حضور عناصر شیعی در سوگواری های شخصی یه حدی هم برای سوگواری شخصی میذاره، این هم باید بهش توجه کرد. یعنی اگر ما فکر کنیم که حد نوحه و عزا و ماتم حدیه که امام سوم شیعیان تجربه کرد، همواره به نظر میاد که در چارچوب های مذهبی فکر میکنیم که عزای ما کمتر از اون عزا هستش. در ضمن الگوی رفتاری خانواده امام حسین به دنبال این واقعه هم به نوعی یک الگویی برای سوگواران شیعی داره فراهم کنه. به این دوتا هم باید توجه کرد. یعنی میشه بیشتر توضیح بدید؟ بله. یعنی که یک نکته این که حد غم و اندوه به نظر میاد که گذاشته میشه از یه حدی. منظور شما اینه که در سوگواری برای عزیزان ما از یه آستانه ای که در تاسوعا و عاشورا میبینیم فراتر نمیریم؟ قرار بر اینه، اینکه احتمالاً موفق نخواهد شد دیگه، اینجوری که دارم، قرار ما بر اینه که از اون اندازه بیشتر ناراحت نشیم، اون حد اکثر ناراحتی قرار اون باشه. در این حال یک منش خانواده نزدیک و بستگان نزدیک امامی که از دست رفته کمک میکنه به اینکه ما چه شیوه هایی رو پیش بگیریم، مثلا یه اندازه از صبر و متانت رو انتظار داریم که این تا چقدر عملی میشه؟ یعنی این یک نظریه که
در واقع به گفته شما از دل عزاداری عاشورایی در میاد، ولی روندهای اجتماعی و جامعه شناختی هم که سوگواری ما رو شکل میدن تا این چیزهای اندیشگی. میخوام ببینم واقعا عملی میشه در سوگواری چنین چیزی میبینیم، مثلا از اون آستانه فراتر نرفتن؟ در اینکه احساس باید بکنید، یعنی این تجربه شما از یه حدی بیشتر نره، این هنجارهایی که بر شما داره حالا بگیم تحمیل میشه قطعا نقش بازی میکنه. بذارید مثال براتون بزنم، عزاداری و مراسم تشییع و تدفین آیت الله خمینی که در اون اصلا جایی از صبر و متانت دیده نمیشد، یعنی بیشترین فوران احساسات بود و بیشترین خشم ناشی از دست دادن آیت الله خمینی برای طرفدارانش بود، طرفداران چندین میلیونیش، با اون الگو میخونه. ببین اون سوگواری منحصر فردی اتفاقا بله به نظر من تایید کننده یه بخشی از این صحبتیه که من دارم میکنم. اون سوگواریه که قرار نیست محدود بشه. شما ببینید فاصله این سالهای تا سال 1368 رو نگاه کنید، جامعه ایران یه انقلاب پشت سر گذاشته، یه جنگ پشت سر گذاشته، سوگهای بسیار زیادی داره اتفاق میفته در این جامعه به اشکال مختلفی. ولی اتفاقا در جامعه، در بخش دیندار طرفدار حکومت جمهوری اسلامی، قرار نیستش که همه این سوگواری ها تمام و کمال انجام بشه، چون یه بخشی از این سوگواری ها در تقابل با یک دشمن شروریه. شما باید یه مقداری متانت و صبر رو نشون بدین، گریه دشمن شاد کن انجام ندید. بنابراین در حالی که دارید مصیبت رو تحمل میکنید، یه کنترل بر احساسات رو هم دارید. ولی در مرگ آیت الله خمینی گریه دشمن شاد کن بود؟ یعنی نبود واقعا؟ نه، قراره که شما به تمام دنیا نشون بدید که خیلی ناراحتی. یعنی به نظر من یعنی یک اولویت دیگه میاد روی به نظر من این همه اون آستانه ها، اون محدودیت ها برداشته میشه. به همین خاطرم این سوگواری واقعا منحصر به فرده. به این اضافه بکنید، البته من اینا میخوام بگم که جامعه ایران بعد از نزدیک به 80 سال فرصت پیدا میکنه برای نفر اول حکومت سوگواری بکنه. این فرصت رو نزدیک به 80 سال نداره. این حادثه مرگ آیت الله خمینی، شاید البته در 30 سالگی مرگش دوباره یه جوری بهش بازگردیم، آیا به ما نمیگه که عوامل جامعه شناختی وارد حوزه سوگواری میشن و اهمیت دارن در شرایطی که روانشناس ها، روانکاو ها معمولا متمایلن این عوامل رو نبینن؟ مثلا همین الگوهایی که شما دادید، همین مراحلی که شما ازش صحبت کردید در سوگواری، مراحلی که فرد باید طی کنه تا به اون پذیرش نهایی برسه، آیا واقعا عوامل جامعه شناختی نمیاد و دخیل نمیشه در اینها؟ شاید باید ما جامعه شناسی دعوت میکردیم، ولی این نقد رو قبول داری؟ ببینید هر سوگواری یک تظاهرات داره و یک کار در درون رخ میده. من باز هم اصرار میکنم که اون کار درونی همیشه یکیست، یعنی شما یک نظام داده پردازی دارید، این نظام داده پردازی کارش نمیتونید بکنید. واقعا همیشه یکیست آقای مکارمی؟ آیا ذاتگرایانه برخورد نمیکنید با این قضیه؟ بذارید یه مثال دیگه از دوست دیگه که با من راجع به این قضیه صحبت میکرد بهتون بزنم. میگفت که ای کاش میتونستم وقتی جمعیت مقابل ما رد میشد و من به عنوان یکی از بستگان درجه اول سرسلامتی میدادم و تشکر میکردم، به جای اینکه همجوری فقط اون حرفا رو تکرار کنم لبم میجنبید، اما جوری پادکستی داشتم که دیگران نمیدیدن و من به موسیقی گوش میدادم. بله، این شخص فوق العاده متفاوته با کسی که به کلی همذاتی میکنه با سوگواری های سنتی و سرسلامتی دارن. بنابراین گفتن اینکه هر شخصی چنین خواهد کرد، چنین نیازی داره، یه مقدار ذاتگرایانه نیست. به هیچ دردی، برای اینکه شما مرتب برمیگردید روی اون چند روزی که چندان مهم نیستند. من مرتب برمیگردم روی کار اساسی. تعریف عزاداری وقتی صحبت میکنیم بیشتر مناسک عزاداریه دیگه، بقیهش میشه ماتم، میشه اندوه، میشه غم فقدان، مگر غیر از اینه؟ بله غیر از اینه. برای اینکه کار من با همون شروع کردم با که فروید اولین بار گفته کاریست، یه کار سوگواری، یه کار روانی درونیست، اونه که مشکله، اونه که طولانی مدته. تمام مناسک هم جوری تنظیم شدن که همونجوری که عرض کردم قسمت اولش همراهی باشه و قسمت دومش بگذارن یک جوری خود فرد با خودش کنار بیاد و میادم بالاخره اگه نیاد که نمیتونه ادامه بده، وارد زندگی بشه. اینجا مثلا اشاره بکنیم به دوران افسردگی
دوران افسردگی همینطوری نیست. این به دلیل اینکه من خودم رو به یه شکلی جایی که میشه جدا کنم از فعالیت‌های اجتماعی افسرده، یعنی همین، تنها کنم خودم رو که بتونم این کار رو انجام بدم و هر وقتم اراده کردم، میل داشتم کسانی باشن در کنار من، برم با اونها صحبت کنم. به گمان من در این مورد مثل زبان آمدن، حرف زدن در تمام جای دنیا، حتی از قبایل اولیه ما میگیم ام بعد معکوسش میکنیم میشه ما یعنی میشه گفت یک روند انسانیه که فرهنگ‌های مختلف، تربیت‌های مختلف خیلی درش به طور رادیکال دخالت ندارن. ولی به عنوان مثال برگردیم به مسئله شیعه، جوامعی مثل کسانی که در فرهنگ شیعه زندگی میکنن، به ویژه بعد از صفویه که اونها تظاهراتشو خیلی سطحی کردن، خود تحقیقات معممین هم اینو نشون میده، خیلی سطحی کردن و مسئله بزرگ داشت این که ائمه این کارو کردن، این مسئله رو گفتن، متمرکز کردن روی سر بریده و خون خدا و غیره، یعنی بردن به این سمت. به نظر من معممین در دو جا به درستی، حالا بدون این که مسائل روانی رو بدونن، درستی عمل کردن. یکی اینکه شیعیان رو در تمام طول سال در اون افسردگی تقریبی نگه میدارن، اراده شون ضعیفه. دوم اینکه مسئله مرگ رو عمده میکنن، معاد عمده میشه. به این دلیل اینه آقای مکارمی، داریم وارد یه وادی های دیگه میشیم، ولی من ناچارم این سوال رو بپرسم. اگر اراده اونها رو ازشون میگیرن و شیعیان رو افسردتر میکنن در این روندی که شما دارید توصیف میکنید، چجوری میشه توضیح داد این رو که در 300-400 سال اخیر در جوامع شیعی و گروه های اجتماعی که شیعه غالب بوده، عاملیت اجتماعی و اراده اجتماعی قوی تر بوده؟ یعنی شیعیان، مثلا شیعه حداقل تا قبل از انقلاب اسلامی ایران، شیعه صدام ستیز بوده، یعنی اراده داشته برای با اون چیزی که شما میگید نمیخونه؟ دقیقاً میخونه. حالا دقیقاً میخونه، برای اینکه وقتی شما مطرح میکنید که شیعیان در واقع با عزاداری تونستن این چسب همبستگی رو ایجاد بکنن، بس اینه که اینها در اقلیت بودن. ببینید تا قبل از صفویه عزاداری محدود بوده، اولا در طول مدت نبوده، ثانیاً علامتی بوده که اقلیت به اکثریت نشون میداده که من هستم، پس اونجا درسته اینها چسب در واقع حضور این عملیات اجتماعی و اراده اجتماعی رو نشون دادن و سیاسی رو، به این دلیل که اقلیت بودن. ولی همونجوری گفتم، این بحث دیگه است، شاید یه جای دیگه بتونیم راجع به شیعه پاسخ دارم، ولی فرصت نیست. شاید یه جای بحثی رو تحت این عنوان که رابطه شیعه با روحیات اجتماعی در ایران چیه بتونیم پیگیری بکنیم. اما نکته ای که میخوام پیش از پایان برنامه حتما طرح بشه، از شما هم بپرسم، آقای نسرین و شاید بعدا از آقای مکارمی، این است که آیا جامعه مثل ایران که یه جمعیت خدا ناباور توش دیگه پیدا شده دیگه، و نظرسنجی ها این رو نشون میده، نه فقط ایران، اخیرا مثلا نظرسنجی شد که نشون داد در ترکیه تعداد خدا ناباوران داره زیاد میشه، آیا در مراسم سوگواری در چنین کشورهایی اینهایی که خدا ناباور هستن ممکن هست یه جوری بتونن از این سوگواری ها طرفی ببندن، در شرایطی که تمامی ایده سوگواری و ساختار سوگواری بر اساس زندگی پس از مرگ، بر اساس دعای نمیدونم رستگار شدن این فرد از دست رفته و همه اینها بنا گذاشته شده؟ همچنان میتونن دستاوردهایی داشته باشن از این مراسم سنتی که به این شکلی که شما دارین میگیم بیان میشه. من فکر کنم پذیرش همچنان اتفاق میفته، گرفتن حمایت اجتماعی اتفاق میفته، ولی نکته‌ای که شما دارین میگین درسته، یعنی اگر یک گروهی خیلی این مناسک رو با این مناسک به شکل فعلیش بیگانه هستن، باید برن اون شیوه خودشون رو انجام بدن. این نکته‌ای که ما از اول داریم صحبت می‌کنیم، نهایتاً این سفر شخصیه. اگر بشه اون قسمت‌های عمومیش که مناسک عزاداری نزدیک‌تر بشه به خلقیات افراد، مطمئنا کمک میکنه. من این مثال همیشه میزنم، میگم اگه یه کسی هستش که با بوی تند ماهی دودی وسط سفره نو خستگیشو میتونه در بکنه، خیلی خصوصیت منحصر به فردیه دیگه، نباید ازش خواستش که حتما بره یوگا کنه یا مدیتیشن بکنه. بعضی اوقات هستش که آدم‌ها به شیوه های خیلی خاص و منحصر به فردی منابع درونیشون رو استفاده میکنن. بنابراین برگردم به سوال شما،
هنوز میتونن طرفی ببندن اگر اینجوری بخوام از این مناسک به شکل فعلی در پذیرش پیش بینی پذیری کمک میکنه. ببینید به هر حال مسجد انتخاب کردن حتی اگر شخص تصمیم عملی آره حتی اگر شخص ناباور باشه باید یک تصمیم گیری رو بگیره یک پیش بینی بکنه. در تهران چند تا مسجد هستن شما با کفش میتونین برین اگر جزء شیوه سوگواریتون اینه که اون مسجد رو بگیرین برای این تصمیم بگیرین. اگر باید اطلاعیه به روزنامه بدین باید چه تعداد رو دعوت کنین چه نوع غذایی اینها فکر میکنید اینا تاثیرات خودش رو میذاره به هر حال اون پیش بینی پذیری تصمیم پذیری رو برای اون گروهی که ممکنه که با عناصر اتفاقا مرکزی این شیوه خیلی همراه نباشن همچنان برقرار میکنه. ولی من با شما موافقم اگر بشه یک نمونه های اجتماعی داد که نزدیکتر بشه به خلق و خوی فرد حتی موثرتر. آقای مکارمی شما هم چه انتقادی دارید؟ آیا عزاداری به اشکال رایجش که بعضیش بیشتر سنتیه بعضیا کمتر ولی به هر حال یک سنته میتونه گروه های عقیدتی متفاوت رو مددکار باشه؟ که شده این در واقع من حدود نیم قرن هست حتی بیشتر که مثلا مردم تهران مراسم سوگواری رو در خانقاه ها میذارن در هتل ها میذارن بعضی وقتا در منازلشون میذارن بعضی وقتا خانومی میبینیم که در سر قبر مادرش اونجا گیتار مینوازه و آواز میخونه. یعنی اینو شروع کردن این یک نوع در واقع درخواست آزادی است درخواست آزادی انسان هست که بتونه حتی این مراسم رو هم اونجوری که دوست داره انجام بده. من یک فرصت خیلی کوتاه میخوام که اون بحث قبلی رو فقط به طور خیلی کوتاه مسئله رو مطرح بکنم. ببینید مسئله اساسی اینجا چی هست؟ وقتی من میگم اراده انسان افسرده ضعیف میشه یعنی ارادهش رو تفویض میکنه به دیگری. این تفویضه. میرسیم به اونجایی که امام امت یعنی امت پروری میشه با این کار و طبیعتاً تمام مثالهایی هم که شما میزنین در حضور یک امامه. امام از این طرفی میره امت هم از اون طرفی میره. حزب الله لبنان رو نگاه بکنید، انقلاب اسلامی ایران رو نگاه بکنید، مسئله شیعیان عراق رو نگاه بکنید. این نیست که این به عنوان افراد وارد یک انقلاب اجتماعی میشن، به عنوان امت وارد یک انقلاب اجتماعی میشن که این ثمرش میبینیم دیگه. به تدریج که این امام به یک جهت میره امت هم یا دو پاره میشن چند پاره میشن یا دیگه ادامه نمیدن رفتنش. این رو من با اون بحثی که یه مقداری شروع شده از زمان آقای شریعتی به عنوان اینکه این مسائل عزاداری ما رو به سمت یک نوع انقلاب اجتماعی میبره و ما رو به سمت یک نوع عرفان میبره ما رو به سمت یک نوع آزادی میبره کاملا میبینیم عکسه. و آقای شریعتی تونستن مسئله با کتاب امام و امتشون امامت و امت تونستن این مسئله رو دقیقاً نشون بدن رای کهشون فکر کردن. خیلی خلاصه آقای نسرین به خصوص چون شما اشاره کردید که عزاداری فرصتی برای بیان احساسات فوران احساسات این رو شما چطوری جمع میکنید با یک وجه دیگه یک چهره دیگه عزاداری که در اون اگر هم فوران احساسات هست اما زبان بسیار رسمیه بسیار دیکته شده است و خارج شدن از این الگوهای زبانی اصلا ممکنه شخص رو تبدیل به یک عنصر دست و پا چلفتی بکنه یعنی دیگران بگن چرا چنین گفت. همونجوری گفتم در سر سلامتی ها باید یک جملات خاصی گفته بشه ممکنه یک سر بتونید باشون بازی کنید ولی نمیتونید چیزهای خیلی شخصی بگید. در مراسم تدفین چنینه نوع دعاها چنینه. به این ترتیب ما یه تناقضی مشاهده نمی کنیم. برای احساسات آزادی هست که شما بیانشون بکنید به شکل گریه زاری به خصوص در میان زنها به خصوص در فرهنگهای کمتر شهری در ایران کماکان رایجه و شیون میکنن ناله میکنن صورت خودشون رو خراش میکنن اما اونجا که به زبان میرسه کاملا همه چیز دیکته شده است. این تناقض نشانه چیه ناشی از چیه و چی رو نشون میده؟ سوال خیلی جالبی احتمالا یه بخشش رو باید همونجور که گفتیم جامعه شناس بهش پاسخ بده که چرا داره این اتفاق میفته. به لحاظ روانی اگر بخوایم صحبت بکنیم این البته لزوماً به اون بخشایی از جامعه‌ای که شما دارین صحبت می‌کنین پاسخ من بر نمی‌گرده ولی حداقل در 100 سال گذشته یعنی به خصوص در قرن 20 ما شاهد این هستیم که مرگ مقداری
پنهان داره میشه، نامرئی میشه، از مرگی که داره تو پیشتر در خونه ها اتفاق میفته همه باهاش آشنا هستن. دلایل مختلفی برای این هست، از جمله اینکه پیشرفت‌های پزشکی، همه گیر شدن بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها و خانه‌های سالمندان و آسایشگاه‌ها باعث میشه که افراد بیشتر و بیشتر در خارج از خانه از دنیا برن. و در ضمن به نظر میاد که مرگ سپرده داره میشه به شرکت‌ها و نمی‌دونم پیمانکارا و البته کادر پزشکی، یعنی بله. گواهی فوت رو داره پزشک میده و در مرگ‌های خیلی زیادتری داره در بیمارستان و در خارج از خانه اتفاق میفته. به این اضافه بکنیم که در درون علم پزشکی یک مبارزه دائمی با مرگ هست، یعنی وظیفه، یکی از وظایف اصلی پزشک اینه که مرگ رو به تعویق بندازه. بنابراین ما در مثلا 100 سال اخیر اتفاق خاصی رو شاهد هستیم، مرگ به دست بیشتر و بیشتر به بیمار کادر پزشکی و بیمارستان‌ها سپرده میشه. اون گروهی که متولی مرگ هم دارن میشن، سعی میکنن مرگ رو تا جایی که ممکنه به تعویق بندازن، عقب بندازن. نتیجهش این میشه که ما به راحتی از مرگ صحبت نمیکنیم اتفاقا، یعنی مرگ پنهان داریم. بله، یه نماد خیلی بارزش در زبان ما استفاده نکردن از کلمه مرگ و مردن. ما نمیگیم طرف مرده، ما نمیگیم مرگ رو، غالبا الفاظی چون درگذشت و چیزهای مشابه این استفاده به رحمت ایزدی. بله، این نشانه چیه؟ آیا ما از مرگ فرار میکنیم یا نه کارکرد دیگه داره استفاده نکردن از الفاظ صریح و عریان و بیپیرایه؟ بله، ببینید وقتی ما نگاه میکنیم در مطالعات انسانشناسان و قومشناسان هست که قبایلی هستن از که اصلا واژه مرگ رو ندارند، مثلا در یکی از قبیله ها چون نمک کم مصرف میکردن، اینا معمولا بین 20 تا 30 سالگی میمردن، همیشه میگفتن رفته این رفتن و مرگ. برای اینکه با مطالعات فروید نشون میده که ناخودآگاه مرگ رو نمیشناسه، وقتی نمیشناسه یا نمیپذیره، نمیشناسه مرگ رو نمیشناسه، برای اینکه عملی نیست. شما هر نظام داده پردازی رو بگیرید همه داده ها میشه توش بره جز از بین رفتن خودش، نمیتونه بره توش. ما مرگ رو عمیقا نمیشناسیم. به همین دلیل هست یکی از مسائل سوگواری اون اضطراب اولیه‌ای که تولید میکنه، این فرزند من، این مادر من رفت. یعنی مرگ خیلی خیلی نزدیک میشه و این مرگ رو و روایت شخص رو به هم میریزه، از خودش، از تمام رو به هم میریزه و دوباره باید این رو بسازه. اگر نکته ای نیست، فقط یه نکته کوچیکی در مورد این نکته که ما ممکنه واقعه مرگ رو نشناسیم بگم، ولی باز به دلیل تغییراتی که داره در به خصوص علم پزشکی رو میده، دست و پنجه نرم کردن با مرگ رو داریم بیشتر و بیشتر میشناسیم. واقع فرایند مردن داره طولانی تر و طولانی تر میشه نسبت به نسل، بدن اینکه طول عمر میره بالا، طول عمر میره بالا و پیشرفت‌های پزشکی هستش. بنابراین اگر هم مرگ رو نشناسیم بیشتر و بیشتر داریم یک تشویش جدیدی رو باهاش روبرو میشیم که دست و پنجه نرم کردن با فرایند مردن که با خود مرگ واقعی مرگ متفاوته. فرایند مرگ که اون وقت میشه گفت خود فرد مرگ خودش رو به عنوان فرایند تجربه میکنه، برخلاف اون چیزی که در مقدمه گفته شد به عنوان واقعی مرگ. خیلی ممنونم، به آخر پرگار این هفته میرسیم. تشکر از شما که پای این بحث نشستید و از مهمانهای برنامه مهدی نسرین و حسن مکارمی. پرگار رو پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر میکنیم تا اگر مایلید اون رو شنبه ها زودتر ببینید. هم پرگار تلویزیونی و هم پادکست، یعنی نسخه شنیداری برنامه، در وبسایت بی بی سی فارسی منتشر میشه. پادکست برنامه که اندکی طولانی تر و صحبت خودمونی بعد از خاموش شدن دوربین ها به اون اضافه میشه رو در کانال تلگرام بخش فارسی بی بی سی هم میتونید دریافت کنید. شب و روز بر همه شما خوش.